بوکلت کتاب مثل زاک فکر کن، اثری از اکاترینا والتر، اسرار موفقیت خالق فیسبوک. مرجع خلاصه ارزشمندترین و پرفروشترین کتاب‌های دنیا. با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه همانند مارک زاکربرگ فکر کنید و تبدیل به کارآفرینی جهانی شوید. دنیای مدرن امروز ما پر است از کارآفرینانی که رویای تبدیل شدن به مارک زاکربرگ، خالق فیسبوک یا افرادی مانند جف بزوس، مدیرعامل آمازون را دارند. اما در این بین تعداد کمی از افراد وجود دارند که مسیر طولانی جهانی شدنشان را کامل بپیمایند. اغلب کارآفرینان در میانه راه مسیر را نیمه تمام رها کرده و رویایشان را به فراموشی می سپارند. اما هر چند صباحی افرادی پیدا می شوند که ردپایی عمیق در سنگ فرش زمانه خود ثبت کرده و حرف جدیدی برای گفتن دارند. در اواسط سال 2008، فیسبوک دارای 100 میلیون کاربر فعال بود. در همان سال، مجله تایم مارک زاکربرگ را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین افراد دنیا نامگذاری کرد. در سال 2009، فیسبوک در فهرست یکی از 50 شرکت خلاق جهان قرار گرفت و در نهایت یک سال بعد تعداد کاربران فیسبوک به 800 میلیون نفر رسید. اگر قرار بود فیسبوک را یک کشور فرضی در نظر بگیریم، می توانستیم آن را در فهرست یکی از 3 کشور پرجمعیت جهان نامگذاری کنیم. فیسبوک کشوری است با فرهنگ‌های مختلف که هیچ محدودیتی برای نژاد، جنسیت و فرهنگ کسی قائل نیست. مارک زاکربرگ جوان‌ترین میلیاردر جهان است که در آغاز کارش را نه به قصد تجارت و درآمد، بلکه از روی علاقه و اشتیاق دنبال کرد و این چنین درخشید. به عقیده شما چرا افرادی مانند زاکربرگ این گونه پله‌های ترقی را به صورت چشمگیری طی می‌کنند و عده‌ای دیگر در کسب و کار کوچک خود بدون ذره‌ای پیشرفت گرفتار می‌شوند؟ با بررسی زندگی کاری و حرفه‌ای کارآفرینانی همچون زاکربرگ می‌توان به فرمولی دست یافت که تبعیت از آن می‌تواند گام روشنی در جهت تبدیل شدن شما به رؤیای دیرینه‌تان باشد. با به کار گرفتن این توصیه خواهید توانست از رقیبان خود پیشی گرفته و شانس خود را برای تبدیل شدن به یک کارآفرین جهانی افزایش دهید. کسی چه می داند؟ شاید شما هم بتوانید روزی مارک زاکربرگ بعدی شوید. در این بوکلایت به این پرسش ها پاسخ داده می شود. 1. چرا زاکربرگ مسیر خود را ابتدا با قدم های بسیار کوچک آغاز کرد؟ 2. چگونه می توانیم در مسیر کارآفرینی از رقیبان خود الهام بگیریم؟ 3. و چرا یک شرکت معتبر فقط کارمندان خوشحال را استخدام می کند؟ بوکلایت شماره 1. کارآفرینان موفق اجازه می دهند که شور و اشتیاقشان آنها را هدایت کند. برای تبدیل شدن به یک کارآفرین برتر جهانی، به نگاهی خاص در حوزه یک کسب و کار نیازمندی. هر کدام از کارآفرینان نگاهی متفاوت و منحصر به فرد به کسب و کار خود دارند و همین تفاوت دیدگاه است که باعث خلق محصولی خاص و منحصر به فرد می شود. با این وجود همه ی کارآفرینان بزرگ در آغاز کار از ابزاری مشترک سود جستند. این ابزار ارزان به راحتی در دسترس همه است، اما خیلی ها از آن بی توجه رد می شوند. همه ما به دنبال ایجاد ردپایی در دنیا هستیم. بسیاری از ما با دیدن افرادی مانند زاکربرگ، استیو جابز یا بیل گیتس به تکاپو می‌افتیم که محصول با ارزشی را به جهانیان عرضه کنیم. کارآفرینان زیادی هستند که تنها به کسب درآمد فکر نمی‌کنند و تنها رویایشان ارائه محصولی ارزشمند به جهان است. چیزی که انسان‌ها با استفاده از آن بتوانند رفاه بیشتری داشته و از زندگیشان کمال لذت را ببرند. تمام کارآفرینان بزرگ اولین قدم خود را با شور و اشتیاق درونی شروع کردند. داشتن اشتیاق سوخت موتور انگیزه شماست و هیچ کسب و کار موفقی بدون آن ایجاد نخواهد شد. حال فرض را بر این می‌گیریم که تصمیم به برپا کردن کسب و کار خودتان را دارید. آیا کسب و کار شما در حوزه صنایع جدید و نوپاست یا تنها مفهومی جدید بوده که به یکی از حوزه‌های تجارت امروزی پیوند خورده است؟
شاید کسب و کار شما تنها با مفهومی جدید و نگاهی نو بازار جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و یا شیوهی نو و کاملاً ابتکاری در حوزهی کاملاً جدید باشد. در هر صورت کاری که باید انجام دهید، انجام روشی کاملاً متفاوت و مبتکرانه است که همراه با شور و اشتیاق درونیتان باشد. همراه کردن شور و اشتیاق با ایده‌تان همان کاری است که مارک زاکربرگ، خالق فیسبوک، انجام داد. او اشتیاق خود را به موقع شناسایی کرد و برای به انجام رساندن ایده فوق‌العاده‌اش همه ی توانش را به کار گرفت. قبل از اینکه زاکربرگ به فکر شبکه‌ای به نام فیسبوک بیفتد، اشتیاق زیادی برای برقراری ارتباط بین انسان‌ها داشت. او وقتی تنها 12 سال داشت، این اشتیاق را با قدم کوچکش که طراحی یک سیستم پیام رسان به نام زاکنت بود، برداشت. زاکربرگ از طریق این سیستم پیام رسان توانست کامپیوترهایی که در منزلش وجود داشت را با مطب دندانپزشکی پدرش متصل کند. پدر او از این طریق توانست با دیگر همکاران خود راجع به اطلاعات بیمارانش چت کند و در عین حال با افراد خانواده‌اش ارتباط داشته باشد. اما این سامانه ارتباطی ابداعی زاکربرگ در مقابل رقیبی به نام AOL Instant Messenger که یک شبکه پیام رسان بود، ابتدایی و ساده بود و در نتیجه نتوانست با آن مقابله کند. هرچند زاکربرگ شبکه پیام رسان خانگیش را برای تفریح و سرگرمی ابداع کرده بود، اما به تدریج تصمیم گرفت که به صورت حرفه‌ای تر در این حوزه تلاش کند. او در مصاحبه‌هایش عنوان کرده که بعد از سیستم پیام رسان زاکنت، ایده‌های دیگری نیز به سراغش آمد و همه آنها را با دقت آزمایش کرد. بعد از مدت‌ها زاکربرگ توانست مراحل اولیه ابداع فیسبوک را با اینکه در مقابل رقیبانی مانند مایسپیس چیز زیادی برای عرضه کردن نداشت، آغاز کند. شاید ایده زاکربرگ ایده جدیدی نبود و سیستم‌های مشابه طرح ابتداییش در بازار وجود داشت، اما او همچنان به کارش ایمان داشت. در واقع موفقیت فیسبوک به خاطر شوق و اشتیاقی است که یک لحظه از ذهن زاکربرگ کمرنگ نشد و او را برای طی کردن مراحل بعدی مصمم ساخت. نکته کلیدی این بخش از داستان زندگی زاکربرگ به ما نشان می‌دهد که هیچ ایرادی ندارد که ایده ابتدایی شما شبیه ایده‌های موجود در کسب و کارهای رایج باشد. نام این کار به هیچ وجه دزدی نیست، چون مفهوم جدیدی که شما از طرح ایده خود دارید متعلق به خود شماست که با اشتیاق و شور شما اثر خاص خودتان را خلق خواهد کرد. بوکلایت شماره 2. به جای اینکه کارتان را ایدئال انجام دهید، فقط شروع کنید. یکی دیگر از مزیت‌های پیروی از شور و اشتیاق درونیتان این است که در خلال به انجام رساندن ایده‌تان به راحتی تسلیم نخواهید شد. علاوه بر این، ویژگی اصرار و مداومت در نهایت شما را به طرح نهایی و منحصر به فردی که انتظارش را دارید خواهد رساند. در واقع تنها با شور و اشتیاق می توانید از شکست‌ها ترسی به دل راه نداده و مسیری که آغاز کرده اید را بدون تردید و تسلیم شدن طی کنید. ایده اولیه شما قطعاً در آغاز شبیه چیزی که انتظارش را دارید پیش نخواهد رفت، اما نشانه‌هایی به شما خواهد داد که به هدفتان نزدیک‌تر شده اید. زاکربرگ این نشانه را بعد از ابداع وبسایتی به نام فیسمش به خوبی حس کرد. او در دانشگاه هاروارد متوجه علاقه و سرگرمی مشترک بین دانشجویان شد و به خوبی فهمید که این علاقه می تواند در بین سایر اقشار انسان‌ها نیز مشترک باشد. او در وبسایت خود به صورت تصادفی عکس چند نفر از دانشجویان را انتخاب می کرد و از کاربران می خواست که به آنها رأی دهند. این وبسایت خیلی زود در بین دانشجویان شهرت یافت که پیروزی کوچکی برای زاکربرگ محسوب می شد. اما مسیر زندگی زاکربرگ هم مانند بسیاری از کارآفرینان بزرگ جهان خالی از موانع و شکست نبود. به خاطر حجم بالای دانلودها در فیسمش، اختلالاتی در سرور وبسایت دانشگاه هاروارد به وجود آمد و سر و صدای عده‌ای از دانشجویان بلند شد.
علاوه بر این، از آنجا که فیسمش عکس دانشجویان را به صورت تصادفی انتخاب می کرد، عده‌ای از آنها از اینکه بدون اجازه عکس شخصیشان به اشتراک گذاشته شده بود، اعتراض داشتند. نتیجه کار اخطار انضباطی به زاکربرگ و مسدود شدن فیسمش شد. زاکربرگ با اولی مانع روبرو شده بود، اما این اتفاق تلنگری بود که او را برای هدفی بزرگتر آماده می ساخت. او خیلی خوب به علاقه و سرگرمی افراد پی برده بود و اخطار انضباطی و شکایت دانشجویان به او نکته جدیدی آموخت. او به جای ترس و عقب نشینی، ایده خود را بسط داد و تصمیم گرفت که گزینه‌ای به نام حریم خصوصی را در طرح خود ایجاد کند. این ثمره انعطاف پذیری در برابر موانع و تفاوت دیدگاهی است که هر کدام از ما نسبت به موانع و شکست ها داریم. از آنجایی که فرمان زندگی زاکربرگ در دست شور و اشتیاقش بود، او خیلی خوب توانست از میان موانع راه به مقصدی که در انتظارش بود برسد. با این حال در شروع یک کسب و کار، تنها داشتن شور و اشتیاق و یک ایده بکر نمیتواند ضامن موفقیت شما شود. ما به چیزی قدرتمندتر از اشتیاق و یا ایده نابمان نیاز داریم که آن اقدام و عمل است. مهم نیست چقدر برای انجام ایده ای اشتیاق دارید و یا از رویای کسب و کارتان بیتاب هستید. اگر برای عملی شدن طرح و ایده تان اقدامی انجام ندهید، حتی نابترین ایده ها هم کمکی به شما نخواهد کرد. در دفتر مرکزی فیسبوک پوستری وجود دارد که یک جمله روی آن نوشته شده که قطعاً در شروع کسب و کارتان راهنمایتان خواهد بود. آن جمله میگوید کار انجام شده بهتر از کاری است که در انتظار کامل شدن است. افرادی که در انجام ایدهشان بسیار وسواس به خرج می‌دهند، ممکن است هرگز جسارت شروع کارشان را نداشته باشند. به جای اینکه در بهترین زمان و مکان کسب و کارتان را شروع کنید، بهتر است خیلی زود دست به کار شوید و اولین قدم را بردارید. این همان چیزی است که زندگی کارآفرینان بزرگ را از بقیه افراد جدا کرده و در عین سادگی رمز موفقیتشان است. بوکلت شماره 3. شرکت‌های موفق حول یک دیدگاه الهام بخش تأسیس می‌شوند. در بوکلایت‌های قبل توضیح دادیم که در آغاز یک کسب و کار، داشتن شور و شوق و در عین حال اقدامات پیگیر و مداوم نقشی کلیدی در موفقیت و رشد کارتان دارد. جدا از همه اینها، چیزی که یک کسب و کار را ماندگار و کسب و کار دیگری را در تحقق ایده ها ناکام می‌گذارد، هدف و شعاری است که از شروع کارتان دارید. در واقع این هدف در قالب مأموریتی تعریف می شود که از ابتدا شور و اشتیاق آن را با همه وجودتان احساس می کنید. کسب و کارهایی که تجارت را سفری شخصی و دارای هدفی عالی نمی دانند، در طولانی مدت نمی توانند در بازار جهانی با دیگر رقیبانشان رقابت کنند. دنیای امروز ما به کسانی نیاز دارد که تنها به درآمدزایی و کسب منافع شخصی فکر نکنند، بلکه هدفی ارزشمند از اجرای ایده هایشان داشته باشند. شروع یک تجارت همانند سفری است که با هدفی ارزشمند عجین شده است. کارآفرینان موفق جدا از شور و اشتیاق، هدفی متعالی در ذهنشان دارند که سفرشان را همچون مأموریتی بزرگ به نمایش می‌گذارد. آنها می‌خواهند کاری انجام دهند که در عین تفاوت از رشدی پایدار برخوردار باشد. کسب و کارهای بزرگ و موفق مادامی که مأموریتشان را به اتمام نرسانند، تسلیم نشده و دست از تلاش و یادگیری بر نمی‌دارند. هدف والایی که یک کارآفرین برای شروع کسب و کار در ذهنش دارد، شالوده و اساس شرکت او را تشکیل می‌دهد. در واقع، مأموریت الهام بخشی که کسب و کارهای موفق آن را دنبال می کنند، باعث وفاداری مشتریان به خدمات و یا محصولات آنها می گردد. هدف مهم و ارزشمندی که برای خود تعریف می کنید، باعث تداوم کسب و کار شما شده و مشتریانتان نیز به خوبی از آن استقبال می کنند. برای مثال، شرکت اپل به خاطر قیمت بالای محصولاتش سهم کمتری نسبت به رقیبان خود در بازار جهانی دارد. با این حال، این شرکت شعار و هدفی منحصر به فرد دارد که بر اساس آن از مشتریانش می‌خواهد که متفاوت فکر کنند.
شرکت اپل مخاطبان خود را به متفاوت بودن فرا می‌خواند و با این شعار خیلی خوب توانسته توجه بسیاری از مشتریانش را به محصولاتش جلب کند. قطعاً افرادی برای خرید محصولات گران اپل مشتاق هستند که به دنبال تفاوت و متمایز بودن هستند. شرکت اپل به خوبی توانست محصولاتی تولید کند که با دیگر رقیبانش متفاوت بود و با شعار جسورانه‌اش افراد زیادی را به مشتریان وفادار خود تبدیل کرد. علاوه بر این، هدف الهام بخش شما از انجام کسب و کارتان باعث می شود که همواره مسیر رشد برایتان باز باشد. هدف اصلی مارک زاکربرگ این بود که از طریق فیسبوک دنیای افراد را به یکدیگر ارتباط دهد و جهان را به جایی برای اتصال و پیوند بیشتر انسان‌ها تبدیل کند. هرچند او در این کار موفق شد، اما مأموریت زاکربرگ تنها کسب درآمد نبود و همواره رشد بیشتری را از خود انتظار داشت. قطعاً به همین دلیل بود که او پیشنهاد فروش فیسبوک را نپذیرفت و همچنان به تکمیل مأموریتش اندیشید. این تصویر ذهنی زاکربرگ به وضوح در یکی از مشهورترین شعارهای فیسبوک دیده می شود. شعاری که می گوید تنها 1% سفر طی شده است. از نظر زاکربرگ، فیسبوک تنها بخش کوچکی از مسیر طولانی مأموریتش را به اتمام رسانده و هنوز راه زیادی در پیش رو دارد. این رمز موفقیت و ماندگاری یک کسب و کار نسبت به دیگر کسب و کارهای ناموفق با شعارهای کلیشه‌ای یا سطحی است. علاوه بر این، هدف والای یک کسب و کار نقشی کلیدی در انگیزه بخشی به کارمندان دارد. کسب و کارهای موفق افرادی را استخدام می کنند که نسبت به هدف و شعار آنها انگیزه و اشتیاق کافی داشته باشند. برای مثال، یک شرکت طراحی تیشرت به نام تردلس طرح‌های چاپی روی تیشرت را از میان آثار هنرمندان گمنام انتخاب می‌کند. این شرکت به دنبال نقاشان و طراحان با تجربه نیست، بلکه آنها به دنبال کسانی هستند که ایده و هدف اصلی تردلس را به نمایش بگذارند، هرچند بی تجربه و گمنام باشند. همانطور که متوجه شده اید، کسب و کارهای موفق افرادی را انتخاب می کنند که همراستا با مأموریت ویژه آنها باشند و توجه به همین نکته باعث موفقیت آنها می شود. بوکلایت شماره 4، شرکتی که تنها افراد خوشبین را استخدام می کند. در بوکلایت قبل توضیح دادیم که چگونه هماهنگ شدن کارمندان با هدف و مأموریت یک کسب و کار میتواند نقشی مهم در دوام و موفقیت آن داشته باشد. کارمندانی که نسبت به کار خود شور و اشتیاق زیادی دارند، دارای عملکرد بهتری هستند که کارآفرینان موفق نیز به خوبی به اهمیت آن واقفند. در کسب و کار خود لازم است که همواره افراد مناسب را استخدام کنید تا از این طریق بتوانید مأموریت و هدف تعریف شده ایتان را به بهترین صورت به نمایش بگذارید. استخدام افراد مناسب با تعریفی که شما از تأسیس کسب و کارتان دارید ارتباط پیدا می کند. توجه داشته باشید که تا زمانی که ارزش‌های اصلی خودتان را به خوبی شناسایی نکنید، قادر به انتخاب افراد مناسب نخواهید بود. شرکتی که تعریف درست و ارزشمندی از کسب و کار خود ندارد، به طور قطع در زمینه استخدام پرسنل متخصص و با انگیزه نیز موفق عمل نخواهد کرد. ارزش‌های شما توسط کیفیت کار کارمندانتان به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و هرگز نباید از این نکته مهم سطحی و گذرا رد شوید. این همان اصلی است که شرکت زاپوس به آن متعهد مانده است. این شرکت در زمینه خرده فروشی آنلاین فعالیت می کند که شعار آن انجام کاری جالب و در عین حال کمی عجیب و سرگرم کننده است. با اتکا به این شعار، آنها روند استخدام کارمندانشان را هم چالش برانگیز انتخاب می کنند. این شرکت از متقاضیان سوالاتی را می پرسد که گاه هیچ ربطی به نوع فعالیت شرکت ندارد. برای مثال، یکی از سوالات رایج این شرکت در مورد کیفیت شادی متقاضیان است. شرکت زاپوس در روند استخدام از متقاضیان می‌خواهد که کیفیت و اندازه شادی خود را از بین اعداد 1 تا 10 ارزیابی کنند.
زاپوس از میان متقاضیان تنها کسانی را استخدام می کند که عدد 7 به بالا را انتخاب کنند و از این طریق مانع ورود افراد بدبین و ناامید در محیط کاریش می شود. دلیل این اقدام شرکت زاپوس کاملا روشن است، زیرا مدیرعامل شرکت کمی قبل‌تر برآورد کرده بود که بابت استخدام نیروهای نامناسب بیش از 100 میلیون دلار متضرر شده است. اما استخدام نیروهای مناسب پایان کار نیست و قطعاً در طول کار باید همواره آنها را تحت نظارت و مدیریت خود داشته باشید. شما باید مطمئن شوید که کارمندانتان به درستی وظایف خود را انجام می دهند و نسبت به شاد بودن و رفاه آنها مسئول باشید. این نکته را به خاطر بسپارید که کارمندان شاد و راضی رفتاری مناسب با مشتریان شما خواهند داشت و برعکس، کارمندان بی انگیزه تنها باعث خسارت کسب و کارتان خواهند شد. علاوه بر این، کسب و کارهای موفق محیط کار را تبدیل به مکانی می کنند که در عین سرگرم کننده بودن باعث رفاه و آسایش کارمندانشان شود. برای مثال فیسبوک با ارائه امکاناتی مانند موسیقی یا اتاقهای بازی در دفاتر کاری خود باعث شده که افراد شاغل در آنجا احساس بهتری نسبت به محیط کاری خود داشته باشند. چنین دیدگاه متفاوتی نسبت به کارمندان باعث می شود که کسب و کار شما بتواند موفقیت و رشد خود را تا مدت‌های طولانی حفظ کند و در عین حال مشتریانتان نیز از خدماتتان احساس رضایت کنند. بوکلیت شماره 5. همیشه اولویت با کیفیت محصولاتتان است. فیسبوک در ابتدا با کدهای برنامه نویسی یک پسر 19 ساله قدمهای کوچک خود را آغاز کرد و به تدریج تبدیل به پروژه‌ای بزرگ شد. دلیل موفقیت فیسبوک تأکید بر روی کیفیت عالی محصول و اهمیت دادن به تجربه کاربران بود. زاکربرگ به دنبال ارائه محصولی بود که در عین کیفیت بالای خدمات تجربه خوب و آسانی را برای کاربرانش ایجاد کند. در واقع تأکید بر روی محصول و خدمات عالی باید عنصر اصلی هر کسب و کاری باشد و هرگز به راحتی از آن نگذشت. محصول شما باید سطح انتظارات مشتریان را به خوبی برآورده کرده و گاه حتی از آن هم فراتر رود. زاکربرگ ایده اولیه خود را بسیار آرام و محتاطانه آغاز کرد و به تدریج آن را بسط داد. به همین منظور فیسبوک ابتدا توسط دانشجویان دانشگاه هاروارد استفاده شد و توجهی به دانشگاه‌های دیگر نداشت. زاکربرگ می‌خواست با ظرفیت محدودی که سرور فیسبوک در اختیار داشت، قدم‌های آغازین خود را طی کند و در مرحله بعدی برای گسترش آن دست به اقدام بزند. شما در این حال برای بالا بردن کیفیت محصول و خدماتتان نیاز به ویژگی ابداع و خلاقیت نیز دارید. کسب و کار شما باید حرفی جدید برای گفتن داشته باشد و در این حال این تنها قطعه کوچکی از پازل بزرگ موفقیتتان است. ناگفته نماند که برای داشتن خلاقیت و نوآوری به ایده ها و ابتکارات کارمندانتان نیاز فراوانی دارید. کارمندان شما باید خلاقیت ارائه راهکارهای بهتر در جهت ارتقای محصولاتتان را داشته باشند. برای مثال شرکت فیسبوک برای شنیدن ایده ها و نظرات ابتکاری توسعه دهندگان وب میزبان یک هکاتون در جهت دریافت ایده های متخصصان و کارشناسان این حوزه شد. هکاتون رویدادی است که در آن توسعه دهندگان و برنامه نویسان در فضایی صمیمی در کنار یکدیگر جمع می شوند تا ایده ها و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. نتیجه این رویداد اضافه شدن گزینه هایی مانند دکمه لایک و یا تایملاین در فیسبوک شد. با این حال همه ی ایده های خلاقانه ای که در هکاتون به اشتراک گذاشته می شود در فرصت اول با موفقیت روبرو نمی شوند. مانند بسیاری از حوزه های دیگر، مسیر خلاقیت در کسب و کارها همراه با شکست بوده و همین شکست هاست که در نهایت شما را به ایده ای بکر و سودمند هدایت می کند. مثال بارز این موضوع داستان کسب و کار جیمز دایسون، مخترع جاروبرقی های بدون کیسه است. قبل از اینکه او بتواند ایده خود را با موفقیت به اجرا بگذارد، 5127 مرتبه دچار شکست شد.
اما دایسون هرگز تسلیم نشد و در نهایت توانست ایده خود را با موفقیت به نتیجه‌ای که مورد نظرش بود برساند. در واقع پشتکار و جسارت دایسون باعث شد که محصول او بعد از طی کردن آن شکست‌ها تبدیل به محصولی پرفروش در بریتانیا شود. بوکلیت شماره 6. افراد فعال در کسب و کارتان باید دارای توانایی‌های متنوع و در عین حال مکمل یکدیگر باشند. برای اینکه به اهمیت کار گروهی در کسب و کارتان پی ببرید، یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید. یک تیم فوتبال موفق از مجموعه بازیکنانی تشکیل شده که هر کدام در زمینه‌ای خاص متبحر هستند. برای مثال شخصی که نقش مدافع را بر عهده دارد با شخصی که به عنوان مهاجم در نظر گرفته شده توانایی‌های کاملا متفاوتی با یکدیگر دارند. در این حال توانایی‌های هر کدام از بازیکنان در کنار یکدیگر مکمل هم بوده و در مجموع باعث درخشیدن و حرفه‌ای شدن یک تیم می‌شود. کسب و کار شما نیز همانند یک تیم فوتبال از مجموعه افرادی تشکیل شده که هر کدام دارای مهارت‌ها و دانش مخصوص به نقش خود هستند. چیزی که در این بین اهمیت دارد، مکمل بودن مهارت‌های افراد فعال در کسب و کارتان است. در هر کسب و کاری همیشه یک فرد به عنوان ایده پرداز توانایی ارائه بهترین ایده ها و طرح ها را برای خلق و گسترش یک تجارت دارد. در کنار این فرد رویا پرداز، کسب و کارها به کسی نیاز دارند که دارای مهارت های اجرایی بوده و درک خوبی از تجارت داشته باشد. وقتی دانش این دو فرد در کنار یکدیگر قرار گیرد، ترکیب قدرتمندی را خواهد ساخت که باعث رشد و شکوفایی بیشتر کسب و کارها خواهد شد. مارک زاکربرگ خالق و ایده پرداز بزرگی است که توانست ایده اولیه خود را با گذشت زمان بست دهد و فیسبوک را به جهانیان معرفی کند. هرچند زاکربرگ طراح و ایده پرداز فوق‌العاده است، اما با این حال از نقش مکمل به خوبی آگاه بود. او در تیم خود از مهارت اجرایی فردی به نام شریل سندبرگ بهره برد و او را به عنوان مدیر ارشد عملیات فیسبوک انتخاب کرد. در حالی که زاکربرگ بر روی مأموریت و هدف والای فیسبوک متمرکز است، سندبرگ نقش بهینه‌سازی عملیات فیسبوک را بر عهده دارد. نمونه بارز دیگر داستان خلق اولین کامپیوترهای اپل بود. وقتی استیو وزنیاک اولین کامپیوتر خانگیش را طراحی کرد، آنقدر از این اختراع خوشحال بود که قصد داشت آن را آزادانه در اختیار همه قرار دهد. وقتی وزنیاک ایده خود را با استیو جابز مطرح کرد، او فکر بهتری در اختیارش قرار داد. استیو جابز درک بهتری نسبت به تجارت داشت و از او خواست که با یکدیگر شرکت خودشان را تأسیس کنند. در نتیجه این همکاری، اولین کامپیوترهای شرکت اپل تولید شد و انقلابی را در صنعت میکروکامپیوترهای شخصی ایجاد کرد. وقتی افرادی را با توانایی‌های متنوع و در عین حال مکمل با یکدیگر انتخاب می‌کنید، رویدادهای مختلف را با زاویه‌های متفاوتی نگاه خواهید کرد. هر کدام از افراد گروه با توجه به تخصصی که دارند، ایده‌هایی را با شما مطرح خواهند کرد که به تنهایی قادر به کشف آنها نبودید. در این بوکلایت به 5 اصلی که در کسب و کارهای موفقی مانند فیسبوک وجود دارد، اشاره شده است. اولین ویژگی داشتن اشتیاق برای شروع کارتان است. داشتن اشتیاق و شور اولیه نه تنها شما را برای انجام هدفتان مصمم‌تر می‌کند، بلکه دیدگاه شما را نسبت به موانع و شکست‌ها هم تغییر خواهد داد. اگر شور و اشتیاق کافی برای شروع کاری داشته باشید، شکست‌ها را همانند تجربه خواهید دید و از آن به عنوان پلی برای رسیدن به مرحله بعدی استفاده خواهید کرد. دومین ویژگی یک کسب و کار موفق، داشتن هدفی با ارزش و متعالی است. هدفی که برای کسب و کار خود تعریف می کنید، همان رسالتی است که خود را مسئول انجامش می دانید. بر اساس همین دیدگاه، مارک زاکربرگ هرگز راضی به فروش فیسبوک نشد، چون او تنها بخش کوچکی از سفر بزرگش را به اتمام رسانده بود.
هدف کسب و کار شما هر چه که باشد، در نهایت باید مفهومی را به جهان پیرامون خود اضافه کند که به زندگی انسانها رفاه و اعتبار بیشتری ببخشد. سومین ویژگی کسب و کارهای موفق، مهارت و تخصص پرسنلی است که در آن مجموعه مشغول به کار هستند. کارآفرینان موفق به خوبی آگاه هستند که کارمندان زبده و متخصص می توانند تأثیر زیادی بر روی بهبود و رشد خدماتشان به مشتریان داشته باشند. به همین دلیل علاوه بر وسواسی که بر استخدام نیروها دارند، موجبات آسایش و رفاه آنها را نیز فراهم می کنند. چهارمین ویژگی، کیفیت محصول و یا خدمات شماست. همانطور که در این خلاصه یک کتاب توضیح دادیم، کیفیت محصول موضوع بسیار مهمی است که هرگز نباید آن را فدای دیگر عوامل کرد. در این زمینه می توان از نظرات و ایده های کارمندان سود جست تا محصول نهایی را به چیزی خلاقانه تر و پرکاربرد تر تبدیل کرد. همانطور که در این کتاب ذکر شد، رویدادهایی مانند هکاتون می تواند کمک زیادی در به اشتراک گذاری ایده ها و نظرات افراد کارشناس در مورد ارتقای کیفیت محصولاتتان باشد. و آخرین ویژگی، تأثیر نیروی همکاری و در عین حال مکمل بودن توانایی های افراد یک مجموعه است. هر مجموعه به کسی نیاز دارد که بتواند همواره بهترین ایده ها را ارائه دهد و با اشتیاق و شور اهدافی والا و الهام بخش را برای مجموعه طراحی کند. در کنار این شخص، هر کسب و کار موفقی به افرادی نیاز دارد که درک درستی از تجارت و بازار داشته و به عبارت ساده از مهارت اجرایی بالایی برخوردار باشند. تمامی پرسنل یک کسب و کار موفق در عین حال که دارای مهارت‌های متنوعی هستند، به طور شگفت انگیزی با هماهنگی در کنار یکدیگر کار می‌کنند و مکمل یکدیگر هستند. پیشنهاد کاربردی: به دنبال چیزی که اشتیاق ندارید نروید. بهترین پیشنهاد برای شروع یک کسب و کار این است که هرگز چیزی که به آن اشتیاق ندارید دنبال نکنید. ممکن است ماها خودتان را درگیر پروژه‌ای کرده باشید که تصور می‌کنید حتماً باید انجامش دهید. در عوض تمرکز خود را بر روی موضوعی بگذارید که نسبت به انجام آن شروع اشتیاق زیادی دارید. این کلید درخشش شما در کسب و کاری است که شروع کرده اید.